انتقاد از کارکرد های طالبان در مراسم بزرگداشت سالگرد استاد ربانی. امی خبیثی که انتحار کرد استاد رشید فکر میکنه که به جنت رفته. کسایی که او را تشویق هم کردن بفهمند که او به جهنم رفته. هشدار هالند از به دادگاه کشانیدن عاملان قتل 5000 تن در رژیم کمونیستی. دولت هالند میگوید شمار از این افراد هماکنون در این کشور به سر میبرند. و بازار گرم پیکارهای زود هنگام انتخاباتی. اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید کارت‌های رای دهی از همین حالا خرید و فروش میشوند. سلام، شما بیننده مهمترین ها از یک هستیم. امروز جمعه 29 سنبله سال 1392 خورشیدی است که برابر میشه به 20 سپتامبر 2013 میلادی. ما نشانه نورزاد ابراهیمی هستم. این بار طالبان با آیت و حدیث باغی و غدار یاد میشوند. عبدالرب رسول سیاف انجام حمله های انتحاری را با ویژه بر برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح کار خبیثانه میداند. آقای سیاف در دومین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی هشدار میدهد کسانی که در برابر مجاهدین میستند آنان بر زمین خواهند خورد. رئیس جمهور کرزی نیز کارنامه های آقای ربانی را ستایش میکند. دو سال از ترور برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح میگذرد. در اینجا هم از دولت، مخالفان سیاسی، حکومت و نیز دیپلمات های خارجی در کشور در مراسم بزرگداشت از دومین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی گرد آمدند. شرکت کنندگان این نشست کارنامه های آقای ربانی را می ستایند. استاد شهید ما در افغانستان صلح می خواستند. به طرف صلح باید بکشیم. هدف دیگرشان ثبات و ترقی افغانستان بود که به او هم راه دراز را پیمودیم، انشاءالله به زودی کاملا میرسیم. در اینجا یک بار دیگر کارنامه های طالبان از دیدگاه اسلامی سخت به باد انتقاد گرفته می شود. کارنامه هایی که همگان از آن خشمگین هستند. امی خبیثی که انتحار کرد و استاد رشید فکر میکنه که به جنت رفته. کسایی که او را تشویق هم کردن بفهمند که او به جهنم رفته و در روز قیامت در بیرقش نوشته می باشه این همی کسی است که با استاد ربانی غدر کرده بود. در 12 سال گذشته بسیاری از چهره های جهادی در افغانستان در نتیجه حمله های انتحاری کشته شدند. حمله هایی که طالبان همواره مسئولیت آنها را پذیرفتند. در اینجا از طالبان با عنوان باغی و غدار هم یاد می شود. رسول کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که سر یک نفر اطمینان کرد و این جانب به قابل از اطمینانش سوء استفاده کرد به زور به قتل رساند، روز قیامت لوای غدر، جنده و بیرق غدر در سرینش نصب می شه و از دور مردم می خوانند که این غدر فلانی است که در برابر فلانی کرده بود. رهبران جهادی هشدار میدهند کسانی که در برابر مجاهدین میستند آنان بر زمین خواهند خورد و نیز سرور چهره های جهادی بدنه جهاد را متزلزل نخواهد ساخت. از حکومت نیز در پیگیری نشدن پرونده های قتل های زنجیره ای چهره های جهادی در کشور انتقاد می شود. در این دو سال پسین در مجالس و مجامع داخلی و بین المللی تاکید بر این داشتیم، اما معلوم می شود که این نهادها یا توان این کار را ندارند و یا اراده سیاسی برای دنبال کردن آن وجود ندارد. هر نشست در این روزها رنگ بوی سیاسی بر خودش میگیرد. بزرگداشت از دومین سال روز ترور برهان الدین ربانی هم بازار انتخاباتی سیاستگران را گرم میسازد. من و دوستانم همه تلاش خیش را در این راسته معطوف کردیم که انتخابات و انتقال قدرت در کشور در فضای صلح‌آمیز، شفاف و عاری از هر گونه تخرب و خشونت به انجام برسد و مردم افغانستان بار دیگر دور باطل کشمکش های خونین قدرت، تقلب کاری ها، بی‌اعتمادی ها و بحران های ناشی از آن را تجربه نکنند. دو سال پیش در چنین روز برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح را در خانه‌اش یک پیام‌آور صلح آماج حمله انتحاری قرار داد.
حکومت افغانستان هم ریشه تحریزین حمله را در کویت پاکستان دانست و از اسلام آباد خواست تا در این زمینه همکاری بکند. اما به نظر می رسد که تا هنوز نه تلاش های کابل و نه هم از اسلام آباد در این زمینه به نتیجه رسیده است. فهرست 5000 تن که به گونه گروهی در سال 1357 از سوی اداره آکسا در افغانستان کشته شدن بخش از بررسی های هالند بوده است و هنوز یک فهرست 12000 کشته شدگان آغاز رژیم کمونیستی در این کشور ناپدید است. داستان های هالند هشدار می دهند کسانی که پس از سال 1952 دست به جنایت جنگی در افغانستان زدند و اکنون در قلمرو قانونی هالند زندگی می کنند و دادگاه کشانیده خواهند شد. نظیفه محبوبی گزارش می دهد. افغانستان میدان مرگ، در کشوری که نباید امیدی برای زنده بودن داشت، دیری ندارد. شیوه گوناگون کشتارها 30 سال در این کشور با آزمون گرفته شده است. آن هم کشتارهای برنامه ریزی شده. افشای فهرست 5000 کشته شده میان سالهای 1357 تا 1358 هجری خورشیدی. اما پایان نیافت و اکنون از فهرست دیگری از همین کشتارها سخن زده می شود. فهرست 12000 کشته شدگان به گونه گروهی در آغاز رژیم کمونیستی در کشور. این فهرست هنوز ناپدید است و هالند تلاش دارد تا این فهرست را از کسانی که در این جنایت دست داشتند و در کشورهای اروپایی زندگی می کنند نیز تکمیل بسازد. در جریان پرسش ها شاهدان و دیگران به بررسی کنندگان ما گفتند که فهرست 12000 قربانی که در چند ماه نخست رژیم کمونیستی در افغانستان کشته شدند وجود دارد. اما او این فهرست را ندیده و نمیتواند در مورد آن صحبت کند. هر کسی که بیرون از هالند پس از سال 1952 دست به جنایت جنگی زده باشد از جمله افغانستان و اکنون در قلمرو قانونی هالند زندگی کند به دادگاه جنایت جنگی کشانیده خواهد شد. افشای فهرست 5000 کشته شده با کنش های تند را در یک هفته گذشته در کشور به همراه داشته است. بسیاری ها به این باورند که افشای این فهرست در هنگامی که اوج برنامه های انتخاباتی است تلاش های سیاسی را به همراه دارد و بیشتر این تلاش ها به سیاستگران هالند پیوند داده شده است. اما براستی هدف افشای این فهرست در این چنین مقطع زمانی چی بوده می تواند؟ هدف نهایی من معلومات دادن به قربانیان بود. این حق قانونی هر قربانی است که در مورد سرنوشت یک عزیز از دست داده خود معلومات به دست آورد. من تنها وظیفه وجدانی و قانونی خود را انجام می دهم و من هیچ گونه نظر خاصی در مورد وضعیت اجتماعی و سیاسی فعلی در افغانستان ندارم. واکنش دولت افغانستان ظاهراً در این باره بسیار محتاطانه است. تعداد شهدای او زمان ما بسیار زیادتر است. و همه ما هم خبر داریم. رسوایی که دو وقت در بندیخانه زندان پل چرخی آویزان شد مردم دیدن. اقارب همه ما شما حاضر در این مجلس دومجه هستند. تنها از خانواده جناب حضرت صاحب. زیادتر از یک سر 36 نفر هستند جناب حضرت صاحب. یا زیادتر یک سر 36. زیادتر از یک سر 30 نفر. مطمئنن که از همه ما دومجه شهید است. و شهدای خودم فراموش نمی کنیم. و کوشش به طرف آبادانی خاک خود می کنیم. بخش فهرست نام های نزدیک به 5000 تن که به گونه گروهی از سوی اداره آکسا به علت وابستگی هایی که در سنت ها از آنها اخوانی، اشرار، شعله، ماویست، افغان ملت و غیره نام برده شده است، کشته شدند. اما بسیاری هایی که در این فهرست نام هایشان نگاشته شده است، کارگر، دستفروش و دانش آموز بودند. نام های دو زن نیز در این فهرست دیده می شود. نماینده دائمی چین در سازمان ملل متحد از کارهایی که در افغانستان شده خوشبین است و امیدواری کرده که انتخابات افغانستان نیز به خوبی برگزار شود. لیو جی از احزاب در افغانستان تقاضا کرده که با احترام به همدیگر به انتخابات بروند. از سوی هم چهره های مطرح سیاست امروز افغانستان هشدار می دهند هر گونه سهل انگاری حکومت در امر برگزار نشدن انتخابات جبران ناپذیر است. دست کم در 12 سال اخیر هر تحول ساده یا جدی در افغانستان برای خیلی از کشورها مهم بوده است. به ویژه کشورهایی که قدرت نمایی دارند و می خواهند در افغانستان سهم بیشتری داشته باشند.
چین همسایه شمال شرقی نسبت به کارهایی که در افغانستان صورت گرفته خوشبین است و آینده را مهم عنوان کرده است. نماینده دائمی این کشور در سازمان ملل متحد گفته است تمامی احزاب در افغانستان به آرا و تفاوت دیدگاه‌های یکدیگر احترام گذاشته و به انتخابات بروند. افغانستان در بخش تامین ثبات و بازسازی کارهای مهم را در پیش رو دارد و در حال حاضر این کشور یک روند قابل ملاحظه ای را در بخش بازسازی و توسعه از خود به جا گذاشته است. ما امیدوار هستیم که تمام احزاب در افغانستان گفتگوهای خود را با هم ادامه دهند، به تفاوت‌های خود احترام بگذارند و آمادگی‌های خود را برای انتخابات بگیرند. او درباره ادامه کمک‌های چین تأکید کرده و از جامعه جهانی هم خواسته است حمایت‌هایش از حکومت افغانستان را ادامه بدهد. این طرف اما در افغانستان و ویژه در کابل، این شهر شلوغ، هر روز که می‌گذرد انتخابات جدی‌تر می‌شود. حتی امروز پسر ارشد رئیس جمهور پیشین افغانستان که در دومین سال روز کشته شدن پدرش صحبت می‌کرد، به حکومت هشدار داد. برخلاف انتخابات قبلی، هر گونه سهل‌انگاری دولت در برابر این امر مهم و سرنوشت‌ساز ملی خطای بزرگ و جبران ناپذیر خواهد بود. 197 روز دیگر باید انتخابات برگزار شود. با تمام مشکلاتی که موجود است، مشکلات ناامنی، مشکلات طبیعی و احتمال بند بودن راه‌ها به دلیل آب نشدن برف زمستانی و مشکلاتی که از ناحیه مداخلات حکومت متصور است. اما اکنون برای مردم و به ویژه برای سیاستگران افغانستان و جامعه جهانی ظاهراً برگزار شدن این انتخابات خیلی مهم است. رئیس اداره مبارزه با فساد اداری از خرید و فروش کارت‌های رای‌دهی انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی ابراز نگرانی کرده است. وی میگوید که قیمت این کارت‌ها تا $30 افزایش یافته است. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات از آغاز بررسی‌های جدی در این زمینه خبر می‌دهد. همزمان با آغاز روند ثبت نام نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، عزیز الله‌الدین رئیس اداره مبارزه با فساد اداری بدون نام بردن از فرد مشخص میگوید نامزدان احتمالی انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی اقدام به خرید کارت های رایدهی کردند. به گفته آقای لودین یک کارت رایدهی از $10 تا $30 خریده شده است. من یک کسایی خبر دارم که رای تا به $30 هم رسانده. ده خود کابل ده اطراف کسایی هست که کسا رو خواستن $30,000-$50,000 برش دادن. حالا ملت باید بپرسی پول از کجا کدیم که میتین شما خب باید دست خارجی گرفته باشن یا دزدی کده باشن یا سرقت کده باشن. با این حال کمیسیون مستقل انتخابات از آغاز بررسی های جدی در این باره خبر می‌دهد و می‌گوید در صورتی که نامزدان احتمالی انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از کارت های تقلبی استفاده کرده باشند با برخورد جدی این کمیسیون روبرو خواهند شد. کسایی که اسناد و مدارک دارند در قسمت از اینکه کاندیدای چی شورای ولایتی و چی کاندیدای ریاست جمهوری از مردم کارت خریداری میکنن، به معنی از اینکه اسناد و مدارکی به دست ما قرار بگیره، انشاءالله ما با همچون کاندیدا برخورد قانونی خواهد کردیم. با اینکه کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای نظارتی و امنیتی در تلاش برگزاری انتخابات شفافند، اما مردم با توجه به تقلب گسترده که در انتخابات گذشته صورت گرفت، نگران شفافیت انتخابات آینده هستند. شهروندان کشور از امنیت انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی ابراز نگرانی کردند. آنان هشدار می‌دهند در صورت که امنیت تأمین نشود، انتخابات در ولایت‌های آسیب پذیر شفاف نخواهد بود. با این حال، وزارت امور داخله می‌گوید که تلاش‌های جدی به منظور برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در کشور جریان دارد. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، شک و تردیدها در مورد چگونگی برگزاری انتخابات، شفافیت و عادلانه بودن آن در میان شهروندان کشور بیشتر شده است. در تازه ترین مورد برخی از باشندگان کشور میگویند در صورتی که وضعیت همین گونه ادامه یابد، برگزاری انتخابات شفاف و سالم در کشور امکان پذیر نخواهد بود. که چیری دیگه تا توانوزی انتخابات با کمرنگ او خلق با در انتخاباتو در صندوقو در رای خواتا کم ولی بشی نمی دیره ده چی انتخابات با فاک و شپاپ در سر سی ولی ده عمل با نه پولس والی که امنیت سا او نه پشار که امنیت سا فکر نکوم چی انتخابات تی پاک داول چی یو مشروع انتخابات رو تو ولسو و کولیسی
ځکه دلته امنیت نشته. ما به اولسوالیا که امنیت یک انتخابات هم به شکل درستی برگزار نمیشه بکنه. اطراف اولسوالی نزدیکای به دست اولسوالی مخالفا به قوا خیلی صورت داره و مردم از این طرف خیلی نگران، امکان از این نداره که شفا بتونن بگیرن. در این حال مسئولان ولایت میدان وردگ از نهادهای امنیتی میخواهند که عملیات وسیعی را برای نابودی هراس افغانان را اندازی کنند تا زمینه برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در این ولایت فراهم شود. نو دی ولایت تقاضا دی هم مقامات هم دار رسید هم پر رابطه داس مشترک هم بودن لکه مخی سراجی دقیق دفاره تی نظر که او خپل قوتون از ضرورت به بنا بانده پا ولسوالی که زیاد که پاریسی امنیت پا شفاف دول سرطه و رسیگی در انتخابات یمنه پا رنان که شفاف دول سرطه و رسیگی. کمیسیون مستقل انتخابات نیز از امنیت انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نگران است. قرار است هفته آینده نشست مشترک با نهادهای امنیتی برای رفع چالش‌های امنیتی فرارای انتخابات آینده داشته باشند. این نامنی‌ها را ما قبلا با وزارت داخلی افغانستان شریک کرده بودیم و حالا این راپورهایی که از نامنی میدان وردک و سایر ولایت‌های دیگه که بر ما میرسه، ما این راپورها را روزمره ما با خود داریم و انشاءالله در هفته های آینده ما جلسه ای را با نیروهای امنیتی خود داشتیم که ما امروز شریک خود کردیم و ببینیم که موقف نیروهای امنیتی توانمندی را که نیروهای امنیتی دارن چی خواهد بود. با این حال وزارت داخله اطمینان می‌دهد که انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در فضای امن برگزار خواهد شد. در تمام ولایت افغانستان انتخابات برگزار خواهند شد و نیروهای امنیتی افغانستان در تامین امنیتش نقش عمده ای را بازی خواهند کرد. از 6800 چند مرکزی را که لیستش به وزارت امور داخله رسیده، ما روی تدابیر امنیتی بر تمام مراکز کار میکنیم. در حال حاضر بخشی از این مراکز که تهدیدات احتمالی متوجه از این مراکز است و دور خواهند شد. گفتنی است که پیش از این مجلس نمایندگان نیز از امنیت انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور ابراز نگرانی کرده و از نهادهای امنیتی خواستار توجه جدی برای تامین امنیت انتخابات شده است. فردا شنبه روز جهانی صلح است، اما شمار از نهادهای مدنی و حقوق بشری روز جهانی صلح را امروز در کابل بزرگ داشت کردند. این نهادها از ادامه جنگ در افغانستان نگرانند و نبود امنیت و صلح را در افغانستان بزرگترین مشکل می دانند. از سوی دیگر شمار از شهروندان کابل به بهانه بزرگداشت از روز جهانی صلح برنامه های تفریحی را در کابل راه اندازی کردند. شاید صلح خوشایندترین واژه برای مردم افغانستان باشد. سالهاست مردم انتظار صلح را در افغانستان می کشند، اما ادامه جنگ تنها چیزی است که آنها با آن روبرو می شوند. فردا شنبه 21 سپتامبر روز جهانی صلح است. این روز برای اولین بار در سال 1982 بزرگداشت شد و از آن زمان تا اکنون بسیاری از کشورها، گروهها و سازمانهای سیاسی از این روز بزرگداشت می کنند. شمار از فعالان حقوق بشر امروز در کابل دور هم جمع شدند و از این روز بزرگ داشت کردند. آنها نبود صلح در افغانستان را خطر عمده برای شهروندان و آینده بهتر عنوان کردند. جنگ و فرهنگ خشونت حاکم است دو دلیل وجود داشته باشد، ولی که ما اساسات و اصول صلح هم طوری که باید درک نکرده باشیم، و دوم ای که راه‌ها و چگونگی دستیابی به صلح هم طوری که باید سرش نباشی. برخی از این فعالان مدنی و حقوق بشر خواستار توجه حکومت به تامین صلح اند و می گویند با آمدن صلح زمینه آموزش برای کودکان فراهم می شود. حکومت ها مسئول است که زمینه آموزش پرورش بر شنوندگان خود فراهم بکند تا همه مردم دسترسی به آموزش پرورش با کیفیت پیدا بکند. اما بزرگداشت از صلح در کابل تنها به این گردمایی ها خلاصه نشده است. شماره به تپه در کابل بالا شدند و به استقبال از صلح برنامه های تفریحی را راه اندازی کردند. وقتی ما این را به پرواز میاریم، یعنی صلح بر فراز افغانستان به پرواز میاریم تا که زیر سایه صلح ما زندگی کنیم. اما سال این روز در کشورهای مختلف از جمله مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک بزرگداشت می شود. معمولا زنگ صلح در مقر سازمان ملل متحد به صدا در می آید و در کنار آن نوشته شده است زنده باد صلح مطلق جهانی.
گزینه حمله نظامی بر سوریه باید حفظ شود. اندرس فوگ راسموسن، سرمنشی ناتو میگوید که از توافق امریکا و روسیه برای از بین بردن جنگ افزارهای کیمیایی استقبال میکند. اما گزینه نظامی برای روند سیاسی از اهمیت زیاده برخوردار است. او میگوید شک وجود ندارد که حکومت سوریه عامل اصلی حمله کیمیایی 21 ماه اگست در نزدیک دمشق است. اما بشارت رئیس جمهور سوریه در گفتگوی با فاکس نیوز دست داشتن نیروهایش در این حمله را رد کرد. کار بازسازی تونل سالنگ 90% تکمیل شده و این شاهراه تا آخر ماه میزان برای ترافیک باز خواهد شد. وزیر فواید عامه از نبود کیفیت کاری در بازسازی تونل سالنگ سخن میزند و میگوید که اداره انکشافی آمریکا مشوره های این وزارت را به خاطر بلند رفتن هزینه بازسازی نپذیرفته است. مقام ها در وزارت فواید عامه میگویند به زودی قرارداد پروژه ملی سالنگ را که هزینه آن 1 میلیارد دلار تخمین شده است با شرکت های تونل سازی بین المللی امضا خواهند کرد. فریده سوما با جزئیات بیشتری خبر. جاده‌ای که از تونل سالنگ می‌گذرد در سال‌های اخیر تخریب شده و مسافران برای عبور از این شاهراه باید سختی‌های زیادی را متحمل شوند. شمار از مسافران و موترداران شاهراه سالنگ از کندی کار بازسازی و ساعت‌ها انتظار کشیدن شکایت می‌کنند. به این قسمی که فعلا دیدم ایشا کار روان است، بسیار بطی و ساده پیش میرن و اگر این قسم ادامه بدن 3 سال و 2 سال دیگه هم ادامه خواهد یافت. راه بند است، برای مردم بسیار مشکل است و رفت آمد و مسافرین و مریضا مشکل زیاد است. ما از دولت می خواهیم که همه راه سالنگ بسیار بزودی چگونه جور کنه. کار بازسازی شاهراه سالنگ چند ماه پیش آغاز شد و اکنون وزارت فواید عامه از تکمیل شدن 90% کار این شاهراه خبر می دهد و می گوید که تا اخیر ماه میزان این جاده به گونه کلی برای ترافیک باز خواهد شد. کارات روی سرک تقریبا در ظرف 10-15 روز کاملا خلاص میشیم. باز کارات یک میمونه کارات برق اینا است که اونها مزاحمت برای مردم کمتر دارن. یعنی ما امیدوار هستیم که تا آخر میزان رابندان را به صورت کامل از جرف بکنیم. در این میان آنچه که کیفیت پایین کار در این جاده دانسته می شود مقام های وزارت فواید عامه را نگران کرده است. وزیر فواید عامه می گوید مشوره های آنان برای کیفیت بهتر این جاده در نظر گرفتن نشده است. ما نظریات مختلف خود با ایسید دادیم که متاسفانه چون دیزاین و قرارداد همه ایش طرف ایساد می شود بسیار نظریات وزارت فواید عامه را اینا نپذیرفتن. یعنی چه که ما مطمئن 100% تریفیز نیستیم. تونل سالنگ در سال 1337 در دوران صدارت داوود خان توسط متخصصان روسی ساخته شد. اکنون بخش های زیاد این تونل تخریب شده و استفاده از آن خطرهای را به همراه دارد. شاید به همین دلیل وزارت فواید عامه از آغاز یک پروژه دیگر که هزینه آن 1 میلیارد دلار تخمین شده در سالنگ ها خبر می دهد. مهمترین ها از یک در همینجا با پایان رسید. از شما و همکاران تخنیکی هم سپاسگزار هستم.